سلام رفقا سری برم سر اصل مطلب نظام آموزش پرورش ایران پلا نسبت خیلیاتون خودتون خیلی دیدید داره گاو تحویل اجتماع میده در دوازده سال دانش آموز درس میخونه فقط یه آموزش میبینه هیچی یاد نمیگیره طرف نه ادب داره نه شخصیت داره ریاضیش بیسته به چه دردی میخوره یه شای نمیارزه اون ریاضی رو نمیدونم انتگرال بدون شعور و شرف و شخصیت به چی میارزه آموزش پرورش ایران فقط آموزشه چیزی به نام پرورش نداریم ما پرورش استعداد نداریم یه بنده خدا یه ویدیویی گرفته بود توش میگفتش که شما تو ایران اول باید برید دنبال یه شغل پر درآمد بعد اینکه پولدار شدی باید بری دنبال علاقت من این مثال راجب خودم میزنم مثلا من رفتم دنبال یه شغل پولساز الان پول در آوردم پولدار شدم 27 سال سن حالا میخوام برم دنبال علاقم که مثلا ژیمناستیکه خب با این حساب من 4 سال دیگه الان شروع کنم میتونم مثلا 3 4 سال دیگه برم المپیک مدال طلا بیارم برای ایران اصلا میتونم میتونم الان 180 باز کنم یا بعد از بچگی میرفتم یا بعد از سن کودکی من ژیمناستیک کار میشدم این چه حرفیه میزنید بر چه اصولی این حرفو میزنید علم تربیت بدنی دنیا رو زیر سوال میبرید یه کسی که به طور مثال میخواد ورزشکار شه نیاز به تغذیه مناسب داره تو سنین کودکی حتی قبل مسابقه باید آماده سازی ذهنی بشه بعد مسابقه باید ریکاوری بشه اصلا نمیشه همزمان هم چقدر استعداد ما دیدیم که آقا سوختن دورورتون ندیدید شما نبودید هر کدومتون چه استعدادی داشتید که به خاطر نبود پول به خاطر اینکه کسی حمایت نکرد استعدادتون سوخته دورورتون چقدر دیدید چقدر دیدید این قضیه رو چقدر خانواده گفتن مهمترین چیز درسه و شما استعدادتونو رو کنار رفتید دنبال درس دیدید چیزی که بهش علاقه ندارید مشکل از آموزش پرورشه که فقط آموزش درس میبینه آموزش بحث من اینجا آموزش پرورشه چرا آموزش پرورشه چون کشورهای خفن دنیا آموزش پرورش خفن دارن اینو دیگه هممون هم میدونیم آره خیلی هم ورزشکارا هستن که نمیدونم بدون پول اومدم به درجات بالا رسیدم مدال آوردم فلان 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 آدم مثال بزنم فوتبال مثال میزنم غلامرضا انهایتی قلام رزا عنایتی اول از افتخاراتش بگم بازیکن سابق ابو مسلم و بعد استقلال تو سن سی سالگی بهترین بازیکن لیگ برتر شد هنوزم رکورددار گل لیگ برتر با 147 تا گله غلام رضا عنایتی تو سن 22 سالگی تا 22 سالگی داشته کارگری میکرده داشته تو مشهد بستنی آلاسکا میفروخته تو سن 22 سالگی میره توی کارخونه تو سن 22 سالگی تازه میاد تو فوتبال میره تو کارخونه ای که کارخونه یه کارخونه ای که تیم کارگری فوتبال داشته تیم کارگریش میاد میره اول میشه بعد اکبر میساقی میاد اونجا جایزه بده اینو کشفش میکنه میارتش ابو مسلم خب به نظر شما این بازیکنی که تو سی سالگی درخشیده تازه 22 سالگی اگه از 14 سالگی وارد آکادمی تیم ملی میشده شاید تو سن سی سالگی توی یکی از بهترین تیمای اروپا بوده مثالش یه دونه مثال زدم علی کریمی هم همینه متی تارومی الان 29 سالشه 29 سالشه تازه تو پورتو به نظرتون آینده خیلی بهتری داره چون سنش دیگه داره فوتبالش داره تمام میشه مشکل از چیه مشکل اینه که ما یه جوون 14 ساله 13 ساله یه نوجوون رو بعد استعدادش رو پیدا کنیم نه اینکه خودش پیدا کنه خونواده و مدرسه موظفن حالا خونواده خونواده که پدر و مادر دارن دو شیفت کار میکنن اگه مطلقه نباشن جدا نباشن آره اگه یه پدر مادری باشه که 8 ساعت کار کنه بقیه روز واسه خودش باشه یعنی 6 صبح بره مثلا سر کار ساعت 2 بعد از ظهر بیاد از 2 بعد از ظهر برای آموزش فرزند پرورش استعداد فرزندش خودش کار کنه با این وضعیت اقتصادی هیچ خانواده ای هم نمیتونه لحاظ اقتصادیات ورزشکارو رو تو این جامعه بخواد تامینش کنه خب خانواده که اینجوری وضعیتش از 6 صبح میرن سر کار تا ساعت 10 شب یعنی سه شیفت دارن کار میکنن خب میریم سراغ مدرسه مدرسه که فقط آموزشه چیزی به نام پرورش نداریم تو فیلم های هندی دیدی تو فیلم های هندی خیلی جالبه تو فیلم هندی ها مثلا یه معلمی هست که مثلا میبینی یه دانش آموزش مثلا استعداد دو داره دو میدانی خودش میره با خانواده‌اش صحبت میکنه از برای این کتونی میخره فلان فلان کمکش میکنه اون آخر سر میشه قهرمان جهان حالا فیلم هندیه دیگه یا مثلا خانواده حالا برعکس خانواده فقیرن بابای همه چیشو میفروشه کار میکنه بچهش میره میشه مثلا نابغه ریاضی ولی با این وضعیت هیچ چینه هیچ کی فقط استعداد میسوزه میدونی مثل چی میمونه حالا مثلا همین رضا که مثال زدم به نظرتون الان که 147 تا گل زده تو لیگ برتر داره تو سن 22 سالگی تازه فهمیدن این فوتبالیست آوردنش اگه تو اون نمیدونم اگه تو اون که داشته بازی میکرده اون تیم نداشته تی... اون کارخونه تیم فوتبال نداشته که هیچی غلام رضا عنایتی نداشتیم این یک حالا گیریم اگه این بازیکن از 17 سالگی می اومده تو لیگ برتر به جای 147 گل زده شاید الان حرفه ای تمرین میکرده از 12 سالگی اینو میبردن حرفه ای تمرین میکرده از کجا معلوم الان یکی از بهترین تیمای اروپا بازی نکرده بود تا الان اینا همه مقصر چیه مقصر اینه که ما استعدادهای کشورمون رو نمیتونیم نمیتونیم بشناسیم پرورش بدیم آموزش پرورش ما فقط آموزشه مشکل داره آموزش پرورش ما مشکل داره خانواده که اونجوری مشکل دارن این برم که مدرسه هم اینجوری مشکل داره مینی مثل چی میمونه بعد چی میشه اون بچه چه اتفاقی براش میفته اون اون نوجوان باید مثلا مغز کامپیوتر میشده استعدادش کشف نمیشه الان توی آشپزخونه توی یه جایی توی رستورانی داره آشپزی میکنه و برعکس اون فردی که باید آشپز نابغه میشده و شاید بهترین آشپز ایران و نمیدونم یه آشپز خیلی خفن میشده الان توی اداره پشت کامپیوتر هیچ کدوم از کارشون لذت نمیبرن جفتشون فقط کار میکنن که حقوق بگیرن وقتی انگیزه نباشه وقتی کاریو که داری انجام میدی لذت ازش نبری صبحا نمیتونی پاشی صبح خواب به زور بیدار میشی فقط برای پول چشاتو وا میکنی که بری سر کارت حقوق بگیری ولی اگه کارت لذت ببریه که میتونی با انگیزه اخواب بیدار شی مهمترین چیز کی با انگیزه اخواب بیدار میشه هیچ اون سر جامون نیستیم و موفقیت هر نفر تو هر شغلی اول موفقیت خودشه دوم موفقیت اون مجموعه است اون آشپزی که از شغلش لذت میبره کل اون رستوران موفق میشه کل اون رستوران حالا اون مجموعه اون اداره و در نهایت کشوره که موفق میشه پس رابطه مستقیم موفق شدن یه کشور به اینه که هر کسی سر جایی درستش باشه ولی الان میدیم مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه مثل این میمونه هموم دوش همون رو بیای وسط حال نصب کنی وصلش کنی نمیدونم ظرف رو ببری تو اتاق وصلش کنی تخت خوابت هم بذاری تو دستشویی میشه زندگی کرد آره میشه زندگی کرد فقط هر بار که دوش بگیری فرشت کفی میشه کثیف میشه بو نا میگیره نمیدونم ظرفا رو که تو اتاق بشوری تا ببری تو آب بس آشپزخونه چی میگم بذاریش دوباره خیس میشه دیگه تو تو دستشویی هم که نجس میخوای بخوابی دیگه میشه آره. وضعیت ما هم همینه دقیقا وضعیت کشورمون دقیقا همینه هیچی سر نیست و هیچ کی کارش لذت نمیبره کیه که از کارش لذت ببره اون فقط سر جای درستشه هر کسی که از کارش لذت میبره مطمئن باشید سر جای درستشه وگرنه ما همه واسه حقوق کار میکنیم من خودم کار کردم همه کار کردم من 18 سالم نشده بود سر ساختمون کار کردم یعنی غیر قانونی یعنی به صورت قانونی نمیتونن زیر 18 سال سر ساختمون کار کنن مشکل کشور ما هم همینه هیچ چیزی سر نیست استعداد هر نفر داره تو این آموزش پرورش فقط میمیره بچه دوازده سیزده ساله نمیتونه خودش رو کشف کنه الان فقط چیو میبینه بچه سیزده چارده ساله میان تو اینستاگرام میبینه خب واینرها میلیونی فالوور دارن موفقن خب همه هم میخوان واینر شن دیگه الان استعدادی کشف نمیشه نابغه ریاضی فقط باید درس ریاضی بخونه تشم که یارو درسش تموم شد باید بره دو سال خدمت تازه ببینیم بعدش بیاد هنوز معتاد شده یا نه خیلی جالبه خیلی جالبه مجموعه زمانی پیشرفت کنه که هر نفر از کارش لذت ببره هر نفر تو این آموزش پرورش سوختن هر نفر میشه سوختن آینده کشور که این وضعیت رو داریم هممون هم, هم, هم میبینیم هممون هم هم داریم بلاستن قضیه رو میبینیم تو بحث آموزش و پرورش اومدن آمارگیری کردن تو 76 کشور دنیا ژاپن و کره که اول دومن با, با سنگاپور ایران رتبه 51 رو داره حالا مثلا من گفتم معلم بگم چرا تقصیر معلم ها نیست یه معلم یه معلم توی سنگاپور یازده هزار دلار سالانه میگیره تو ایران 1500 دلار سرانه هر معلمه تو سنگاپور یازده هزار دلار سرانه خرج هر دانش آموز هر دانش آموز میانگینش توی دنیا یه چیزی حدود 9313 دلاره یعنی چی یعنی پول آب و مدرسه برای اون نفر پول معلم حقوق معلم پول گچ پول تخت سیاه پول نمیدونم نیمکت آخرین کشوری که سرانه دانش آموزش آخرین کشوری که آخرین کشوری که, که تو این 76 کشوره آفریقای جنوبیه که سرانه خرج تحصیل هر دانش آموز تو آفریقای جنوبی 3371 دلاره ولی تو ایران 500 دلاره <applause> تو آفریقای جنوبی برای هر دانش آموز سالانه 3371 دلار خرج میکنن میانگین تو ایران 500 دلار آقا موفق نمیشیم اینکه بحث خود خانواده که نمیتونن یه دانش آموز و یه نوجوان هستن نمیتونن استعدادشو پیدا کنن صبح تا شب خودشون سر کارن علاوه معیشتی همه دارن میدونن که فقط بچه رو بتونن زنده نگه دارن خرجشو بدن پس شما هم حق ندارید وقتی توی آموزش پرورشتون نمیایید پرورش بدید چجوری میاید تو راهنمای رانندگی جریمه میذارید برای آشغال انداختن از ماشین کسی که آشغال میندازه از ماشین بیرون باید ماشینش به و جریمهش کنید چجوری اون دانش آموز دیگه شکل گرفته ببین شکل گرفتن باید توی نوجوانی و کودکی باشه شما تو مدرسه همه تو حیات آشغال میندازن بزرگتر تو راهنمایی میندازن تو دبیرستان میندازن تو پارک میندازن حالا طرف میرسه به 18 سال میره گواهینامه‌شو میگیره حالا شما بگید اگر پنجره ماشین بندازی بیرون فلان قدر جریمته خب اون چیکار مو شکل گرفته دیگه اون چیکار میکنه حالا برای راهنمای قانون گذاشتید لب ساحل که دیگه مامور وای نستاده یارو اشغالش رو میندازه چرا چون تو آموزش پرورش شما یاد نگرفته ایشکی که نباید تو طبیعت تو خیابون اشغال بندازه اینو بعد اونجا یاد بدید. یاد نمیدید میاید میشینه طرف پشت فرمون تازه میگید جریمت میکنیم حق ندارید جریمه کنید جای این جریمه های پولا که میگیرید بهت خرج آموزش پرورشتون کنید تو جنگل چی تو جنگل که مامور نیست ولی اونی که یاد گرفته تو ژاپن که نباید آشغال بندازه تو جنگلش هم نمیندازه که کسی نیست ولی اینجا همه حواسشون به ماموره مامور نباشه آشغالمون رو بندازیم حالا شما نگران فرهنگ بودید به سنگین کردن جریمه ها خدا رو شکر فضای مجازی اومده یعنی از خوبی های فضای مجازی اینه که الان خیلی هایی که دارید میبینید از بچه ها تا بزرگ سال که آشخال نمیریزن به خاطر فرهنگ سازی تو فضای مجازی بوده دمتون گرم دمتون گرم ما تو قانون اساسی یه قانون داریم که آقا مدرسه برای تمام مردم رایگانه اصلا مدرسه همون مگه یکیه غیر انتفاعی داریم دولتی داریم نمیدونم یه مدرسه نمونه دولتیه تو بالا شهر یه مدرسه اینجوری یه مدرسه لباس فرم داره یه مدرسه نداره یه مدرسه یه میلیون شهریه میگیره یه... من آقا برای همه یکیه برای همه یکیه یه دانش آموز صبح ناشتایی نخورده میاد مدرسه خدا رو شکر علم دنیا داره میگه که آقا برای درس خوندن هر چیزی که از فکرت میخوای استفاده کنی قند باید بسوزونی باید مواد قندی به خودت برسونی من دو صفحه شعر می دو تا شکلات باید بخورم فشارم نیفته اونی که داره درس میخونه باید یه چیزی بخوره یارو دانش آموز صبح ناشتا اومده تو مدرسه نشسته 500 600 ناشتا بله یه دانش آموز هم هستش میاد از بادومندی میخوره آره ولی شما چه جوری عدالت رو میخواید رعایت کنید شما باید به مدرسه هاتون تو ژاپن غذاها همه یکیه معلم دانش آموز همه غذا یه جور میخورن تو ایران این هست تو ژاپن سه سال اول اصلا چی میگن امتحان گیرن میگن آقا شعور خیلی مهمتره شخصیت خیلی مهمتره جایی که بچه رو با هم دیگه چشم هم چشمی بندازیم که اون 20 گرفت من 19 گرفتم آره وضعیت آموزش پرورش ما نشون وضعیت آینده کشور ماست آینده کشور ما اگه قرار باشه درستی این جامعه باید آموزش پرورشش درستی که نیست که مدرسه ها با هم فرق دارن چرا یه مدرسه تخته الکترونیکی داره یه مدرسه یه رنگ بیشتر گچ نداره دو رنگ نداره بعد چجوری تو قانون اساسی داریم که تحصیل برای همه مردم رایگانه دمتون گرم آقا ویدیو رو برای یوتیوب گرفتم یه بخشایش میذارم توی اینستاگرام نظراتتون حتما بگیرید و امیدوارم بتونید یه سری چیزها رو عوض کنید تو فرهنگ سکه.